با اسلام نمیشه مقابله کرد مگر اینکه یک نسبت دروغ بهش نسبت بدی بعد از اون همون نسبت دروغ رو نقد کنی در دین ما شکنجه نیست شکنجه اصلا در دین ما نیست برای که ملحدین میگن که شما شکنجه کردید و به کتب تاریخی ما استناد میکنن که یکی دو مورد درش هست ولیکن انسان دونه که هر انسان آقلی میدونه که هرچی در کتاب تاریخ نوشته قرآن نیست هرچی که در حدیث نوشته هم همش درست نیست ما فقط احادیث صحیح خود رو قبول داریم و تاریخ صحیح خود رو سند قرار میدیم نشون به اون نشونی به بهترین دلیل که در دین ما شکنجه نیست در فقه ما نیست اگر شکنجه می بود در طور تاریخ کسی از ملحدین که خجالت نمی کشید سنگسار در دین ما هست میگن سنگسار هست دست بریدن هست میگن هست تعدد در عروسی هست میگن در ازدواج هست برای مردها تا چهارتا؟ میگن هست فقهش هست حتی درست است که الان اسیری متروک شده اما اسارت چون در دین ما بود فقه اسارت هم بود شکنجه اگه می بود حتما در کتب فقه ما در موردش بحث می شد و اگر علما اختلافی داشتن نوشته می شد یا تش در شرح حدیث نوشته می شد احکام شکنجه نوشته می شد که چقدر شکنجه کنید چطور شکنجه کنید هیچ کدوم از اینا نیست آفتاب آمد دلیل آفتاب این بهترین دلیلی که در دین ما شکنجه نیست اما کو گوش شنوا خداوند ملحدین رو از خر و گاو نادانتر گفته یک انسان نادان کی میتونه بفهمه یعنی دلیل نمیخواد اصلا ما این برنامه رو بذاریم ولیکن چون که میگن و تنها چیزی که ملحدین دارن پشتکاره و این چیز خوبیه متاسفانه اونا در رای غلط استفاده میکنن اما پشتکار چیز خوبیه لازم نیست شما بر حق باشی لازم نیست شما علم داشته باشی لازم نیست شما پول داشته باشی زکی و باهوش باشی پشتکار تو رو پیروز میکنه این سخن که از رئیس جمهورهای آمریکاست که در قرن به نظرم 19 هم بود که یا 20 اوایل 20 19 هم بود که پادشاه شد چی شد حکمران آمریکا شد سی رئیس جمهورش بود جمله جالبی در البته همه جمله جالب رو پیامبر ما قبلا فرمودن که نصر پیروزی صبر ساعت است یعنی شما یک سال بیشتر صبر کنی پیروز میشی یعنی که یعنی استقامت کنی یعنی پشتکار داشته باشی ملحدین پشتکار دارن متاسفانه لذا دروغ خودم میتونن جا بندازن